راجع به آیه رجم که اگر شیخ و شیخه زنا کردن فرجموهما البته نکالن من الله، این آیه رجم معروف شده به آیه رجم، آیه رجم شیخ و شیخه اگر زنا کردن اینا رو باید رجم کرد. خب این در قرآن نیست. این که این آیه بوده یا نبوده، عجیب اینه که هم در روایات ما هست هم در روایات اونا هست. حالا این چی بوده داستان؟ من اینجا نوشتم که در کتب ما هست، در ابواب حدود، هم در کافی هست، هم در من لا یحضر هست، هم در تهذیب هست، هم در وسائل هست، در کتب عیون هم در صحیح بخاری هست، در مسند هست، مسند احمد، در صحیح مسلم هست، در موطأ مالک هست. اما همه اسانیدش مثل این که برمیگرده به عمر بن خطاب. لذاست که مثل مرحوم آقای خویی در کتاب مبانی تکملت المنهاج در جلد 1 صفحه 196 میگن اون چه که در طرق ما هست محمول بر تقیه است، چون از ائمه اگر وارد شده مطلب برمیگرده به عمر، این حرفی بوده که عمر زده. این قضیه را من هنوز نتوانستم بفهمم. آخرین سفری که عمر رفته به حج، در اونجا قضایایی مطرح شده در موسم حج در خود منا، و اون باعث شد که عمر وقتی برگشت به مدینه در اولین خطبه نماز جمعهش مسئله شورا را برای بعد از خودش مطرح کرد. در اینجا که آمده شورا را مطرح بکنه و برای این جهت بوده، این آیه رجم را عنوان کرده. بکنا نقرأ علی عهد رسول الله این آیه را، این آیه الان در قرآن نیست و من مصرم بر این که این آیه از متن قرآن است، اما چه بکنم که حرفم پیش نرفت و نوشته نشد. اینا رو داره در کتب بخاریش. اجمالا این قضیه آیه رجم برمیگرده به عمر بن خطاب و اون مسیر بوده. و چطور شده که در روایات ما هم پیدا شده این داستان که مثل آقای خویی از بزرگان ما میگن این روایات معالا برمیگرده به او و وقتی قول او باشه پس در روایات ما از باب تقیه آمده است. علاوه بر این نگاه بکنید در صحیح بخاری به این عبارت آمده، ان الله از عمر بن خطاب، ان الله بعث محمدا بالحق صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل عليه الكتاب. خوب دقت بکنید. وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها، به عنوان قرآن خوندیم این آیه را، وعقلناها یعنی به اصطلاح درسش رو هم خوندیم، و وعیناها رسیدیم به معنای آیه رجم و درسش رو هم خوندیم و فهمیدیم معنای آیه رجم را. رجم رسول الله و رجمنا بعده، عملا هم پیاده شد. حالا فاخشا ان قال بالناس زمانون ان يقول قائل والله ما نجد آیه الرجم في كتاب الله فيضل بترك فريضه انزل الله. وبعد بدون بعد ثم انا كنا نقرا فيما نقرا من كتاب الله، آیه دیگه، ان لا ترغبوا عن آبائكم، رو بر نگردونید از پدرانتون، انکار نکنید پدرانتون را، نسب هاتون را انکار نکنید، فانه کفر بكم ان ترغبوا عن آبائكم. اینم یک آیه در قرآن میگه کنا نقرا فیما نقرا من کتاب الله، که مبادا پدرانتون را انکار کنید، آبائتون را انکار کنید. خب این در صحیح بخاری است جلد 8 صفحه 208. مسلم هم آورده در صحیحش جلد 3 صفحه 1317. احمد ابن حنبل هم آورده در مسند جلد 1 صفحه 40 و صفحه 55. این داستان از شیخ و شیخه فرجموهما البته، یعنی آیه رجم را، مالک ابن انس هم در موطأ آورده جلد 2 صفحه 824 که مستحضر هستید که جمعی از بزرگان آیون قائلن به این که موطأ مالک هم از صحاح هست، به این عنوان که صحاح سته را میگن اما ابن ماجه را نفی میکنن و به جاش موطأ مالک را میگن. وقتی قرار شد قرآن را ابوبکر جمع بکنه، اتا عمر، عمر آمد آیه رجم را آورد به عنوان قرآن، فلم یکتوبها، ابوبکر حاضر نشد که نوشته بشه آیه رجم به عنوان قرآن. چرا حاضر نشد؟ لأنه کان وحده، چون عمر به تنهایی آیه رجم را آورد. و خواهیم خوند که بر حسب روایات آیون که ما این روایات را تأیید نکردیم، این روایات را رد کردیم ولو در صحاحشون هست، خواهیم خوند که اگر دو نفر می آمدن آیه ای را شهادت می دادن که این از قرآن است، می نوشتن می گفتن بیانه قائم شده، قرآن را اینطوری جمع آوری کردن، و کسی باور می کنه که این قرآن اینجوری باشه؟ حالا اگر یک آیه ای نخیر دو نفر را نیاوردن، یک نفر آورد، پس این لیس به قرآنی. یا بالعکس، بالعکس خزیمه، خزیمه بن ثابت که معروف به دو شهادتین، یک آیه میگن پیش او پیدا کردیم و اونو نوشتن در قرآن. چرا؟ به خاطر اینکه این یک نفر رو پیغمبر اکرم ملقب کردن به دو شهادتین. Straight Away TV.